تا اینجا ما با گراف کامل آشنا شدیم. گراف منتظم رو یاد گرفتیم. فهمیدیم گراف توهی چه گرافیه. در مورد گراف مکمل با هم دیگه صحبت کردیم و جلوتر هم در مورد درخت ها با هم دیگه صحبت میکنیم. اما در این برگ میخوایم با هم دیگه در مورد چند تا موضوع تو چند تا فیلم صحبت کنیم. این موضوع ها ویژگی هایی هستن که اگر گرافی داشته باشه اونا رو تبدیل میکنه به یک گراف خاص. اولش که تو این فیلم خواهیم با هم دیگه صحبت کنیم ویژگی به نام همیلتونی بودن، که اگر گرافی یک ویژگی خاصی داشته باشه بهش میگیم اون گراف گراف همیلتونیه. گرافی میتونه همیلتونی باشه، میتونه نباشه. یعنی ما همیلتونی بودن رو در هر گرافی میتونیم بررسیش کنیم. اینجا نگاه کنید، گراف ساده پی رأسی را یک گراف همیلتونی میگوین هرگاه دوری به طول پی داشته باشد. پی هم بزرگتر مساوی سه. ببین داستان چیه؟ میگه اگر توی یه گرافی تونستی دوری پیدا کنی به طول مرتبت، مثلا اگه 5 تا رأس داشتی دور به طول 5 پیدا کنی، میگیم اون گراف همیلتونیه. پس همیلتونی بودن یک ویژگیه که اگر گرافی داشته باشه اون گراف رو خاص میکنه و بهش میگن گراف همیلتونی. بس یه نکته دیگه ای که اینجا باید داشته باشیم دور همیلتونیه. دور همیلتونی علاوه بر این که طولش برابر با مرتبه است، همونجور که تو تعریفش گفتیم دوری داشته باشه که به طول پی از همه رأس‌ها بگذره، یه ویژگی دیگه هم داره. دور همیلتونی یا مدار همیلتونی به دوری میگن که از همه رأس‌ها فقط و فقط برای یک بار بگذره. یعنی شما مثلا دارم میگم از یک رأس شروع میکنی، از همه رؤوس دیگه، نه یال، ببین در مورد رأس دارم صحبت میکنم، از همه رأس ها میگذری و به خودش میرسی. تو حق نداری از یک رأس دوبار بگذری. به این گراف میگن گراف همیلتونی، که در مورد دور همیلتونی هم صحبت کنیم. چند ویژگی گراف های همیلتونی حتما همبندن، یعنی اگه گرافی ناهمبند بود بدون گراف همیلتونی نیست. توی گراف همیلتونی، یا بهتر بگیم توی دور همیلتونی، ممکنه از یالی نگذاریم، اشکالی نداره. شرط اینه که از همه رأس ها یک بار بگذره، نه از همه یال ها. پس در دور همیلتونی ما میبایست از همه رؤوس یک و فقط یک بار بگذریم، ولی برای یال هیچ شرطی نداریم که حتما از همه یال ها بگذریم. نکته بعدی که فوق العاده مهمه، توی گراف های همیلتونی درجه هر رأس حداقل دو میباشه. یعنی چی؟ اگه یاد باشه تو گراف هم بهت گفتم رأس هایی که درجه شون کمتر از دو باشه توی دور شرکت نمی کنن. رأس هایی که درجه شون یک یا صفر باشه توی دور من محسوب نمیشن. خب به من بگی ببینم گراف همیلتونی چه ویژگی داره؟ بعد از همه رأس ها بگذره. خب اگه گرافی رأس با درجه کمتر از دو داشته باشه اصلا توی دور شرکت نمی کنه، نمیتونه توی دور بیاد. پس باید هم تو نمیتونی دوری داشته باشی که از همه رأس ها بگذاری، اون رأس ها خود به خود حذف میشن از توی دور من. پس در واقع اینجوری میتونیم یاد بگیریم که اگر گرافی رأسی با درجه کمتر از دو داشته باشه همیلتونی نیستش. نکته بعدی اینه که توی گراف همیلتونی با حذف هر یال دلخواه باز گرافت همیلتونیه. یعنی اگه رفتی تو گرافی دیدی که با حذف یکی از یالهای دلخواهش گرافت ناهمبند شد، اون گراف قطعا همیلتونیه. این هم یکی از ویژگی های گراف همیلتونیه. توی گراف های کامل K1 و K2 همیلتونی نیستن، ولی بقیه گراف های کامل همیلتونیه. چرا؟ چون دور به طول مرتبه دارن. K1 و K2 اصلا دور ندارن. اصلا شرط گراف همیلتونی بودن این بود که رأس از 3 تا بیشتر باشه، 3 تا به بالا، یعنی خود 3 تا یا بیشتر. K1 و K2 یه رأس دارن و دو رأس دارن، پس اینا اصلا نمیتونن دور داشته باشن و چون دور ندارن کامل نیستن. پس بجز K1 و K2 ما بقیه گراف های کامل همشون همیلتونی هم. نکته بعدی، نکته در مورد اینه که تعداد دورهای همیلتونی رو چجوری به دست بیاریم. اگه یادت باشه من توی دور به تو یاد دادم که اگر در گراف کامل دور مثلا به طول 5 رو خواستی حساب کنی، میای 5 تا رأس از اون تعداد رأس از دور به طول 5 رو خواستی انتخاب کنی، 5 تا رأس از تعداد کل رأسات انتخاب میکردی، ضرب در جایگشت این رؤوست میکردی، جایگشت دایرهشون، تقسیم بر دو. حالا دور همیلتونی دوریه که طولش برابر مرتبه است،
یعنی گراف K10 اگه بگم چند تا دور همیلتونی داره، یعنی چند تا دور به طول 10 داره گراف K10. خب دور به طول 10 تا نقطه میخواد، کلا چند تا نقطه داریم؟ 10 تا. میگیم 10 از 10 ضرب در 10 منهای 1 فاکتوریال جایگش دایره ای تقسیم بر 2. انتخاب 10 از 10 همیشه 1 میشه. پس تعداد دورهای به طول 10 در گراف K10 میشه 9 فاکتوریال دوم. حالا یه سوال میپرسم، دور همیلتونی دوریه که طولش برابر مرتبه است. اگه مرتبه من پی باشه، دور همیلتونی طولش برابر با پیه. پس اگه تو سوالی بهت گفت تعداد دورهای همیلتونی رو به دست بیار، تو باید تعداد دورهای به طول پی رو به دست بیاری. تعداد دورهای به طول پی هم میشه انتخاب پی از پی ضرب در پی منهای 1 فاکتوریال تقسیم بر 2. انتخاب پی از پی برابر 1. پس تعداد دورهای همیلتونی تو گراف های کامل کاپی میشه پی منهای 1 فاکتوریال دوم. حالا دوست داشتیم میتونی رابطه رو حفظ کنی، هر جا دیدی تعداد دور همیلتونی تو گراف کامل کاپی از این رابطه به دست بیاد. نکته بعدی، اگر توی دوست نداشتیم میتونی از همون رابطه که توی گراف ها برای گراف های در مورد دورها تو گراف های کامل بهتون گفتم استفاده کنیم. بریم توی شکل ویژگی همیلتونی بودن رو بررسی کنیم. تست بعد میگه بخونیم کدام یک از گراف های زیر همیلتونی است. 4 تا گزینه هم داریم میبینیم. خب گزینه اول خیلی واضحه که یک گراف دو بخشی و ناهمبنده، و چون ناهمبنده نمیتونه همیلتونی باشه، چون ویژگی گراف همیلتونی بود که همبند باشه. گزینه دو رو که نگاه میکنم میبینم رأس با درجه کمتر از 2 دارم. گفتم وقتی رأس با درجه کمتر از 2 داری، اون گراف هم نمیتونه همیلتونی باشه. اینا جز ویژگی های گراف همیلتونی. میمونه گزینه 3 و 4، همبندن، هم رأس با درجه کمتر از 2 ندارن. حالا نگاه میکنیم دور همیلتونی دارن یا نه. دور همیلتونی از یک رأس شروع میکنیم، از همه رؤوس میگذریم به خودش میرسیم. مثلا تو گزینه 3 من از یک رأس شروع کردم، از همه رأس ها گذاشتم، نتونستم به رأس اولیه برگردم، این گراف همیلتونی نشد، چون دور همیلتونی نداره. چرا؟ چون من وقتی از اینجا شروع کردم با رنگ آبی نشونه اومدم رستم به اینجا، مجبور میشم برای رسیدن به اون رأس اولیه از یک رأس دوبار رد شم، که همچه چیزی امکان نداره. شما وقتی به یک رأسی دو بار برسی همونجا قفل میشی، دیگه نمیتونی حرکت کنی. پس گزینه 3 منم گراف همیلتونی رو نشون نمیده، اما گزینه 4 پاسخ منه، یعنی یک گراف همیلتونیه. چرا؟ از یک رأس شروع میکنم، مثلا از اینجا ببینین، از همه رأسا میگذرم، مثلا از اینجا شروع کردم، از همه رأسا گذشتم و به خودش رسیدم. در واقع چون 8 رأس داشتم، دور به طول 8 پیدا کردم. پس این دور همیلتونی داره، یک گراف هم بند دور همیلتونی، از همه رأسا گذاشتم. یه سوالی، من از این دو تا یال نگذاشتم. خب نگذارم، تو تعریف گراف همیلتونی در مورد یال اصلا صحبت نشده، میگه از همه رأسا یک بار بگذاری. خب من از همه رأسام یک بار گذاشتم و به خودش رسیدم، پس پاسخم همیشه گزینه 4. سوال بعدی رو ببینیم، در گرافی از مرتبه 6 حداقل چند یال داشته باشیم تا مطمئن شویم گراف همیلتونی است؟ 10 9 11 12. نگاه کنیم، اگه یادت باشه تو گراف های همبند یک بازه برای تو کشیدم و گفتم اگر کیو تو توی بازه سوم، یعنی بازه باز 2 از پی منهای 1 تا بازه بسته 2 از پی قرار بگیره، گراف تو قطعا همبند خواهد بود. خب چه ربطی داره؟ سوال بوده گراف من میخوام حتما همیلتونی باشه، حداقل چند تا یال داشته باشه. گراف بخواد حتما همیلتونی باشه، اولین شرطش اینه که حتما همبند باشه. پس بعد تو اون باز آخری بیفته، یعنی بعد کیوش از 2 از پی منهای 1 یه دونه بیشتر باشه که تو بازه حتما همبند بیفته. اون بازه ها رو بیار تو ذهنت. اما شرط حتما همبند بودن یکیش بود، یه شرط دیگه داشت که درجه هیچ رأسی کمتر از 2 نباشه. خب الان با توجه به شکل روی شکل بهت نشون میدم، مثلا برای گرافی که 6 تا رأس داشته باشه،
الان با هم دیگه بررسی میکنیم، یه شکل برات میگشم کوچیک، این نکته رو بهت میگم. برای اینکه گراف حتما همیلتونی باشه، یعنی رأس با درجه کمتر از دو هم دیگه نداشته باشه، به اندازه دو از پی منهای یک به علاوه دو تا یال حداقل باید داشته باشه تا حتما همیلتونی باشه. شرط حتما رو دارم قید میکنم. ممکنه گراف پیدا کنی با کمتر از این یال داشته باشه، همیلتونی هم باشه، ممکنه همیلتونی هم نباشه، ولی برای اینکه حتما همیلتونی باشه باید به اندازه دو از پی منهای یک به علاوه دو تا یال داشته باشه. اما یه سوالی، این دو از پی منهای یک از کجا اومده؟ اگه یاد باشه من اون موقعی که داشتم در مورد گراف های همبند باید صحبت میکردم، دو تا دونه مرز گذاشتم، گفتم کیو من از 0 تا 2 از پیه، دو تا مرز پی منهای یک و دو از پی منهای یک هم ما با هم دیگه داریم. اون دو از پی منهای که میدونی چی میگه؟ میگه گرافی که بیشترین یال رو داره و همبنده، گراف کامله، کاپی. چند تا یال داره؟ دو از پی. حالا گرافی که بیشترین یال رو داره و ناهمبنده، کافی از این گراف کاپی یه رأس بکنم، از این گراف کاپی یه رأس بکنم، یه دونه گراف کاپی منهای یک مونه با یه نقطه، یعنی گرافی که بیشترین تعداد یال رو داره و ناهمبنده. خب گراف کاپی منهای یک چند تا یال داره؟ دو از پی منهای یک. حالا یه دونه یال به این اضافه کن، یعنی از اون رأس یه دونه به این بچسبونم، گرافم هم بند میشه. برای همین میگفتیم انتخاب دو از پی منهای یک به علاوه یک قطعا یه گراف هم بنده. اینجا نگاه کن، همون توضیحاتی که دادم روی شکل با هم ببینیم. فرض کن یه گرافی 6 درصد، من با این یه گراف کامل درست میکنم. اینجا یه گراف اگه 6 درصد داشته باشیم، یه رأس میذارم کنار، یعنی 5 درصد، یه K5 درست میکنم. اگه پی تا رست داشته باشیم، یه رست میذارم کنار، یه پی منهای یک، کاپی منهای یک درست میکنم. اگه یه یال به این اضافه کنم، گرافم حتما هم بنده، ولی درجه کمتر از دو دارم. برای اگه رست با درجه کمتر از دو نشیم، یه یال دیگه به این اضافه میکنم. پس کمترین تعداد یال لازم برای اینکه گرافی حتما همیلتونی باشه میشه دو از پی منهای یک به علاوه دو، یعنی یه دونه گراف کامل کاپی منهای یک درست میکنم، دو تا یالم بهش میچسبونم. که تو این سال پی رو دادیم 6، میشه انتخاب دو از 5 به علاوه دو، یعنی 12 تا، یعنی 12 تا یال باید داشته باشیم. اینم از این. اگر تمام این توضیحات رو گفتم بازم باش مشکل داشتی، میتونید با من نکته حفظش کنیم. اما سوال بعدی، در گراف کانو چند دور همیلتونی داریم؟ خب دو تا راه حل داریم. راه حل اول، دانش آموزی که حفظ کرده میگه تعداد دورهای همیلتونی در گراف کامل کاپی میشه پی منهای یک فاکتوریل تقسیم بر دو. اما دانش آموزی که یاد گرفته میاد میگه تعداد دورهای همیلتونی یعنی تعداد دورهایی که از همه روز میگذره. چون من 9 تا رأس دارم و رأس از همه روز بخواد بگذره، یعنی تعداد دوره به طول 9 رو باید حساب کنیم. تعداد دوره به طول 9 میشد انتخاب 9 از 9 ضرب در 9 منهای 1 فاکتوریل، یعنی 8 فاکتوریل تقسیم بر 2. خب حاصل این که 1 8 فاکتوریل هم میشه 8 تا 7 فاکتوریل، که 8 با اون 2 ساده میکنم میشه 4 تا 7 فاکتوریل. باور کنید دانش آموزایی رو دیدم که به 8 فاکتوریل رو به 2 تقسیم کرده گفته 4 فاکتوریل. شما یادتون باشه 8 فاکتوریل یعنی چی؟ یعنی 8 7 6 5 4 3 2 1، یه عدد خیلی بزرگه. تو حق نداری اینو ساده کنی. 8 فاکتوریل میشه 8 تا 7 فاکتوریل، حالا 8 رو ساده میکنی، یعنی تعداد دورهای همیلتونی میشه 4 تا 7 فاکتوریل. اف فرمول هم میرفتی همین بود. فرمول بود چی؟ پی منهای 1 فاکتوریل دوم، که الان اونجا پی منهای 1 فاکتوریل میشه 8 فاکتوریل دوم. اما سوال بعدی، اگر گراف کاپی همیلتونی نباشد، آنگاه برای پی چند جواب به دست میآید؟ 0 1 2 3. با هم دیگه تو نکته ها بررسی کردیم توی گراف های کامل، یعنی توی گراف های کاپی، فقط کایک و کادو همیلتونی نیستن، چون اصلا دور ندارن. شرط همیلتونی بودن این بود که دور به طول پی داشته باشه. حالا همبند بودن و اینکه درجه هر رأس هم حداقل کمتر از دو نباشه رو گفت، حداقل دو باشه هم گفتیم. حالا پس تو این سوال گفته کاپی همیلتونی نیست، پی چه عددی میتونه باشه؟ کدومون گرافای کامل همیلتونی نیستن؟ کایک و کادو، چون دور ندارن. ما بقی همیلتونیان. پس برای پی چند تا جواب به دست آوردیم؟ دوتا. پاسخ گزینه 3 میشه. بریم سراغ مثال بعدی. گراف همیلتونی جی از مرتبه 8 و اندازه‌ای در مفروض است. این گراف حد اکثر چند رأس از درجه 2 دارد؟ 4 5 6 3. ببینیم سوال چی میگه.
یه گرافی داشتم از مرتبه 10 از مرتبه 8 با اندازه 10. گراف همیلتونیه. وقتی همیلتونیه یعنی دور به طول پی داره. ببین میخوام نحوه فکر کردن تو رو ببینم. من پیش خودم میگم وقتی میگه گراف همیلتونیست، اولین چیزی که باید در ذهن تو بیاد اینه که گراف من دور به طول پی، چون پی 8، دور به طول 8 داشته باشه. پس اگه من بخوام یه شکل ساده برای این بکشم، شکلش تقریبا میشه یه 8 سلی. حالا میگم چرا دوتا شکل کشتم. دور به طول 8 یه دونه کشتم، ساده ترین دور به طول 8 همینه. گرافت باید 10 تا یال داشته باشه، ولی من اینجا چند تا یال دارم میبینم؟ 8 تا. دو تا یال باید به این اضافه کنیم. دو تا یال رو چون به دو حالت میتونم اضافه کنم، دو تا شکل کشتم. حالت اول اینه که هر دو رو به یک راس اضافه کنم. اون وقت درجات رو نگاه کنید، درجه این میشه 4 2 2 3 3 2 2. تعداد اعضای درجه دو تو این حالت میشه 5 تا. اگه دوتا رو جدا جدا اضافه کنم و درجات رو بنویسم، تعداد اعضای درجه دو میشه چند تا؟ 4 تا. پس من گرافی که همیلتونی باشه، مرتبه 8 باشه و 10 تا یال داشته باشه، دو مدل بیشتر ندارم. حالا سوال گفته حد اکثر تعداد رأسای درجه دو رو بگو. بین این دوتا حد اکثر رأسای درجه دو چند تاست؟ 5 تا. چون سوال تعداد رأسای درجه دو رو خواست، من تعداد رأسای درجه دو رو شمردم. پس من یاد گرفتم گراف هایی که همیلتونی باشن حتما دور به طول مرتبه یعنی پی رو دارن.